دی زیرو پروژه جدید از یک لاین اپ باحال به نظر من. لاین اپیه که واقعیتش خودم انتظار داشتم خیلی سریعتر انجام شه، مثلا با کاریست کار که آریان چمانیه، که خوشحالم از اینکه از منطقه امن خودش اومد بیرون بالاخره و شروع که ترک ریلیز کردن و دیگه واقعیتش بس بود واسه کابر. یعنی خیلی دیگه کابر مزاریان دیدیم و وقتش بود که خودش چیزی بسازه و اون رو تحویل ما بده. کلا با کابر کردم من زیاد میونه خوبی ندارم در کل. سانگ رایتر گیتاریست سپر صابری، بیسیس فواد فاکس، میکس و مستر هم با شروین توزنده. برو بریم که ببینیم که بچه چیکار کردن. لاین اپ تا میفه باحالیه، اولین ترکشون رو پس زیاد اونقدر سخت نمیگیریم، ولی اینجوری هم نیست که حالا هر چیزی تحویلمون داده باشن ما این بچه از پروش بزنیم که اولین ترکه و چیزی راجبش نگیم. خیلی سفت، برو بریم. واقعیت شروع کار زیاد من نگرفت، یعنی 45 سالی گذشته و زیاد تأثیر رو نگرفتم واقعیت و یه امضایی رو دارم به کار میبرن که ما خیلی ترک واسه این امضا دیدیم. نمیدونم الان فکر نکنم بعدی زیادی باشن که با این امضا بخوان جلو برن و یه مقداری یه موجی بود که حالا اینجوری اجرا میکردن و اون موجه هم تموم شده. میدونم چه میگم و الان بعدا جور دیگه ای داره ترکش رو صدا میده. و جدا از همین حرفا حالا بریم جلو تر پروژه صحبت کنیم. تا الان واقعیتش ترک رو اونجوری نبودم. امیدوارم با یه کلین سپرایز هم کنه این ترک، یعنی از اون ترکایی باشه که حالا با کورس کار یه کلین درستی بیاره تو کار که اون کلین اونقدر کچی باشه که تکرار پذیر کنه این ترک رو سادا. کورسی کار اصلا دوست دارم. Yeah.
چند تا پوینت مثبت خیلی خوب داره ترک. خب جالب راجبش صحبت میکنم. صرفا سکوت کردم سر اینکه ترک تموم شه و هنوز مونده 10 ثانیه و کامنتر راجبش صحبت میکنم اون موقعی که ترک تموم شه. واسه خیلی بنده ایرانی آلین کردن خودشون واسه آخری ترک و صدای خوبی داد تای موزیک مخصوصا آریان. دیزی رو واقعیتش پروژه جذابیه و یه معرفی از خودشون کردن که میخوان در چه مسیری بدن مردمان در مرحله اول و ما متوجه شدیم که دیزی رو قرار نیست آرکیتکس باشه، دیزی رو قرار نیست بینگ دو آرایزن باشه، دیزی رو قرار نیست موشنلس اینوایت باشه و طبقه حالا یک ربیهی پیش بره یک امضایی به دست بیاره که حالا بیشتر شبیه اونا باشه مالا مثل خیلی از برنده متال کور ایرانی و بچه هایی که حالا تو میان توی این خط. دیزی رو میخواد تو مسیر قدم برداره که وایل شی اسلیپس برداشته. یعنی من یاد وایل شی اسلیپس من انداخت کلن این ترک و نوع اصلا اجرایی که داره میکنه، ولی فرقی که حالا یعنی فاصله ای که دیزی رو با اون بند داره اینسترومنتال کاره و جدا از این کورس کار خیلی کورس بدی بود. من اصلا کورس کار نبودم، اصلا نوع اجرای وکال توی کورس رو اصلا دوست نداشتم، با اینکه ما نمونه های داریم زیادی داریم که اصلا به یه همچین نحوی اجرا کردن و توی بازه 2012 تا 2015 فکرم خیلی بیشتری هر چیز رو میدیدیم. من یه سری ترک های باشی سیب سرم تو مخمه سر اینکه حالا یه همچین اجراهای یه نمه میتونستی اصلا اونجا ببینیم، ولی در کل به ویو بعدی متال کورتی دنیا رو نگاه کرده و دوست داره بیشتر تو اون مسیر قدم برداره. این نکته مهمیه، این نکته مهم و خوبیه، اینکه بند بخواد یک چیزی رو تحویل مخاطب بده، مخاطب جدیدتر بده که ما توی سینه ایران نداشتیم همچین چیزی رو. خب در این مسیر من میتونم بگم مسیر درستیه، ولی به عنوان یک ترکی که حالا معرفی کنه واقعیتش اونقدر که باید موفق نبود واقعیت به نظر من. من فکر میکردم حالا یه روزی اگه آریان بخواد حالا یک بندی بزنه و یه جوری خودشو بیاره وسط نسبت به فن بیسی که حالا دور خودش درست کرده و اون حالتهای کاریزماتیکی هم که خودش داره، اگه با کلین خودش بتونه استفاده کنه یا اگه بتونه کلین رو اجرا کنه، کلین درست بتونه اجرا کنه، رو اون سرمایه گذاری کنه، به نظر من برندش خیلی شدید تر یهو پاپ میشه و یهو میره بالا. ولی به هر حال این مسیری که انتخاب کرده و ببینیم که در ادامه قراره چه اتفاقی بیفته. مطمئنا من برنامه گردم دوباره ترک گوش بدم، زیاد من خودم خوشم نمیاد از ترک، ولی دارم میگم این مسیری که نشون ما دادن مسیر جذابیه و امیدوارم در ترک های بعدی و در کارهای بعدیش سورپرایز هم کنه و یه جوری نظر منو بیشتر جلب کنه نسبت به پروژهشون. دمتون گرم، تا ویدیو بعدی موسیقی خوب گوش بدید.